این با قسمت دوم بازی هیگینز و سالیوان اما برقا نرفته یه چیزی به شما بگم قسمت دوم بازی جزاو میخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم قبل که نور پردازی بکنم یه همچین نوری ما داریم و یکم دارکه حالا من نظر شما رو نمیدونم نظرتون با اینکه این شکلی هم اوکی بکنیم هست یا که نه یه تست میکنیم دیگه نظرتون تو کامنت برام بنویسین که آقا این شکلی بریم یا که نچراغ راق مراقبه رو همه روشن بکنیم بکراند رنگی پنگی و کل داستان دیگه بی معطلی بریم سراغ بازی سالیوان و هیگینز ببینیم کنومشون به مرحله بعد سود میکنم وانم رو باشید <applause> البته اینم مگه اون صورتم خیلی هم تاریک نیست بخاطر اینکه اونور لای در بازه اینور صورت هم, هم معلومه Uh, ولی علی یه حال نظرتون بنویسین که اوکین اوکی نیستین البته این, این برای کانتنت های دارکه که داستان های تعریف میکنن <تصفح> و اینکه بریم بریم سراغ فریم شیشم دیدیم که فریم اول چه اتفاقی افتاد با برد هیگینز به پایان رسید البته با نتیجه 3 2 هر کس 6 فریم ببره برنده بازیه بعد منتظر باشیم بشینیم ببینیم نگاه بکنیم که این دو قول سنوکر چه اتفاقی براشون رقم میخوره با لایک کامنت سابسکرایبم از برنامه اسنوکر شو که تبدیل نشه به دارک شو حمایت بکنید مثل فریم های قبل دو تا بازیکن خیلی سیف بازی میکنن خیلی ریسکی عمل نمیکنن و بعد ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره هر جور سالیوان توپو با رست میزنه میکنه هیگینز ببینیم تو داده بله یه ضربه با بک اسپین میاد آبی رو میگیره یه ساید خوب بهش میده اینا که این شکلیه رو یادتون باشه با اچ دو میزنن با اچ یک نمیزنن اچ یک بزنه چی میشه کیوبال البته که این به حالا اینکه چه پاوری داره میزنه اینا هم بستگی داره خب ولی دیو... کیوبال کرو داره ولی دیر عمل میکنه اون کروه در واقع دیر عمل میکنه که باعث میشه که دو باند بشه کیوبال راحت بیاد توی اسم خوبی داره بگو بریک بیلی قرار بگیره اینجا نمیدونم این تو داره یا نه سالی یه نقد و بررسی میکنه میبینه ریسکش بالاست و ترجیح میده که توپش رو تو محدوده پایین میز نگه داره مشکی رو میاره دم پاکت فکر کنم نداشت این قرمه که تست نکنه البته خب به شما بگم بازی حساسه نمیشه کرد. حالا هیگینز میاد یه سبک سنگینی میکنه خراب میشه وقتی توپ میره توی دهنه یه پاکت وای میسه بازی میره تو داستان آم چرا سیتی هم بگم چرا چراغ میگم این تست میکنم خب آه... من یکنی ریاکشن نرمال دارم روی بازی ها ولی قشنگ صورت همه چی معلومه یعنی فکر نمیکنم دو... تاریک باشه ولی باز نظر شما مهمه این برنامه شما شما نظر بدین اینطوری ادامه بدیم ندیم چراغ روشن بکنیم نکنیم بچه یادتونه اونا که قدیمی هستون که شو هستن بازی ها رو دور تند نگاه کردیم خیلی ما سبک سنگین کردیم توی این شو هزار مدل ما عوض کردیم و از اول اینطوری نبوده که من دمتون گرم چه تازه اومدید چه قدیمی هستید الان یه چیز رو بگم ما الان سی سی و یک هزار نفریم حکم سی هزار نفر رو داریم چرا؟ خاطر اینکه برنامهمون خیلی تخصصیه یعنی فقط باید بیلیارد سنوکر یا بازی بکنی یا علاقه باشی که اینجا باشی یه چیز پاپلیک نیستش ورزش ما که مثل فوتبال نیستش که همه پیر و کوچیک سر در بیارن بعد کارکتر خاص میخواد و سر در بیاره دیگه دوست داشته باشی در واقع <applause> برای این بود میگم سی هزار نفر این وریم بیس هزار نفر بیلیارد شو خیلیه حالا علا حال توپ افتاده دست هیگینز هر جوری شده به هر قیمتی با هر پل دستی که تونسته توپ قهوه‌ای رو پات میکنه تو پتای دست هیگین 32 امتیاز سالیوان گرفته بود و تا. 28 تموم شد تموم شد فریم 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 برای اه... هیگینزه اوکی. اوکی بریم سراغ فریم هفتم بازی چهار تو به نفع هیگینزه یک کوچولو به نظر میاد که هیگینز خودش رو بیشتر پیدا کرده تو بازی و دو فریم دیگه از سالیوان بگیره. باید شب بخیر رو به سالیوان بگیم. قرمز خوب میزنه اون وسط صورتی میگیره مشکی قطعا داره اوکی ببین چقدر خوشگل خودش رو جا کرد وسط تو پای قرمز ای خدا ببین چقدر خوشگل اون وسط نشست داره دور صورتی رو خالی میکنه اوه. خیلی خوب بود آها یه نکته ای هستش تو کامنت ها میخوندم گذاشته بودین نوشته بودین که آقا مثلا مثال میگه همین قرمزی که الان سالیوان زد و وقتی سالیوان میزنه تو میگی واو عجب ضربه بود فلان بیستان اینا ولی مثلا همون یه بازی کن دیگه بزنی ریاکشن رو نداری آقا آقا این چه حرفی تو داری می‌زنی؟ مثلا, مثلا چی من چه مثال ف... فوتبالی برات بزنم خواننده ای برات بزنم مثال برات میزنم الان همین الان علی دایی خب ورزشگاه آزادی کیپ تا کیپ صد هزار نفر نشستم میگه من یه دونه پنالتی میخوام بزنم بیرون و خوبه مثال دارم میزنم و میزنه ملت چقدر تقاضای دیدن دارن چقدر براشون این موضوع جذابه که علی دایی الان میخواد چی کار بکنه چه شوتی بزنه حالا یا آدمی که صد لول از علی دای... اسم نمیارم صد لول از علی دایی میخواد بزنه اصلا هیچ کس کتف راستش هم نیست یعنی اوکی خب داری شوت میزنه دیگه کارکتر است که برای ما جذاب میکنه تو پرو میگیری چی دارم میگم این داستانه حالا بله همشون دارن توپ میزنن همشون دارن بریک میزنن که ولی کلا یه بگم هر جا با نظر من مخالف بودی بنویس تو قسمت کامنت ها معدبانه من میدونی که کامنت میخونم و هر جایی هم که اشتباه بکنم انتقاد پذیرم و قبول میکنم دیدیم که من تو برنامه اعلام میکنم آقا تو بفتا دست هیگینز چقدر خوشگل داره مدیریت میکنه و چه 45 تایی که جلو بود سالیوان رو مثل بن زد کار داره دارک میشه بدم داره دارک میشه چرا به خاطر این هیگینز اگر این فریم رو ببره فقط تنها یک فریم دیگه فاصله داره تا اینکه سالیوان از مسابقات مصره، شانگهای مستر شانگهای مستر 2023 بیرون بکنه داستان چیه بریم به سراغ فریم هشت بازی پنج دو بازی بازی سفتی بوده تا اینجای قصه به نظر خود من که نمیتونم بگم هیگینز خیلی عالی تر از سالیوان بازی کرده ولی سالیوان به سمر نرسونده موقعیت هایی که به دست آورده رو Part, John he Nine. Been a disappointing performance from him. <laughs> His Selby so works, so the snooker is a hard game. In centuries, a couple of seventies, quarter finals in the, the last season. That was a uh, top old match Selby won the nil. And Selby scored seven points in the match, so توپ دوباره تو افتاده دست هیگینز ببینیم یه کاری میکنه سالیوان از مسابقات شانگ های مسترز اوت بشه یا که نه 52 امتیاز زد و نتونست او بله میخواستم بگم نتونست ادامه بده اینجا میاد ادامه قصه رو میره سالیوان و بادی چه صورتش آدم معیوسی میبینیم و اینجا می‌بینی میبینی تا دید میستاده یه تکونی میخوره میگیری چی بهت میگم مطلبو. و بریم که از این موقعیت میتونه استفاده بکنه میز میزه آ این گیر بازی یه جورایی اینجا بود اما تو این قرمزی که بغل همینجاست بغل چسبیده و اون یکی قرمزی که پایین میزه جاشون زیاد همچنین جذاب نیست ولی سلطان زدن میزهای نامنظم سلطان این چیزهایی ما ازش تو این بیست و اندیس سال دیدیم از سالیوان که نگم براتون میزای زده که حریفش جا تو پیا رو می آوره این طوره میز رو جمع بکنه ببینیم اینجا وای فعلا که ترتیب همه توپار رو داد همون توپی که بهت گفتم یکی از اون دوتا توپ گیر انداختش چارده تا هم با هم دیگه اختلاف مخواستن اختلاف سنی دارم چارده سالم با هم دیگه اختلاف امتیاز دارم. میزم باز خوب نیست یعنی حتی قرمزم بزنه باز میز خوب نیست چرا به خاطر سبز و او! یا <applause> خدا یا خدا ما تو فکر چیم این تو فکر چیه چقدر خوشگه فقط ولی تونه سبز رو در بیاره نگو نگو وای 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 خدایا خدایا وای پشمای من چه این چه سمی سم بود من دیدم این چه میزی بود ما رو باش ای وای من همش فکر میکردم گفتم الان چیز میکنه میس میده سیف میکنه تا دینش زد تا آخرش زد وای 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 وای, 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 وای. هیگینز به خودش بکنم ترسید نگاه کن نب نه لعنتی اون میزو جمع میکنه این قرمز کجا میزنه خیلی ترسناک سالیوان هر موقع هر لحظه دلش بخواد هر پوزیشنی رو کارهای داریش رو انجام میده این چه سم می بود ما دیدیم با هم دیگه این چی بود این چی بود وای وای حتما بعد این تیکه رو از تو دل ویدیو در بیارم براتون یه ویدیو شورت خفن از توش بسازم براتون اینطوری نمیشه این خیلی صحنه وحشتناک عجیبی بود خیلی خیلی زیاد دوباره تو پفتای دست سالیوان کار سختی پیش روشه باید سه فریم قطاری پویستر هم هیگینز رو ببره تا بخواد حذف کنه این رو آیا میتونه سالیوان همچین کاری انجام بده اگر بازیکن دیگه ای بود من میگفتم باید چی میگن خیلی خفن باشه ولی خب سالیوان خیلی خفنه قدرت این کارو داره ولی ببینیم چی میشه از لای اون دو تا توپ زر رو پیدا میکنه هیگینز تمام زورش رو داره میزنه که نقره داغ نشه تر سالیوان یه پوزیشن بعد برای تو رنگی پوزیشن بعد نداریم آ داره 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 فکر کنم توپی نداره توپ به اون قشنگی که زد آه. چرا؟ باری کلا بسه این چه وحشیه این چه وحشی که هر چی بهش دادن یه چیزی اون وسط پیدا کرد واسه پات کردن اوکی ولی این همه زده به خاطر اینکه مشکی نزده صورتی نزده حالا آبی هم با بگیم نزده این همه زد تازه شده 20 امتیاز برای اینه بهتون میگن چرا بازی کنه همش دنبال توپ مشکی و صورتی هم برای همینه دو تا دونه توپ میزنن 20 امتیاز میشه بنده خدا یه رو به داره توپ میزنه به زور شد 27 بریم بریم چی میشه ادامه این بازی یه لانگ شات تو بعید میدونم داده باشه به سالیوان بازی دوباره میره به سمت سیف وای دوباره دوباره وای 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 یه میز سختتر آیا میزنه سالیوان از سختتر نه اون سختتر بود این هم برای دو تا توپ کنون داره گیر داره یکیش خب، یکیشو آزاد میکنه میگیره تو و... نه ببین خیلی جالبه اونی که سختتر بود و زد اینی که آسون تر بود و نزد این دیگه چه سمیه ما داریم نگاه میکنیم این دیگه چه سمیه چهل و سه بیست و هفت یعنی سیزده تا و سه شونزه تا هیفده تا یه لانگ پات جوندار یه چکساید بابا باری کلا نه او که میزن این قرمز بابا نزن 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 این توپا سخته ما به کی باید بگیم این توپا سخته چرا این داری زد بله شمالی های عزیز من دیوانه بیام <تصفح> <applause> <applause> من دیوانه بیام مگه میشه همچین چیزی آقا ولمو بله کن بله مو... اونور میریم بیلیارد نگاه میکنیم افرن ایسکامون رو گرفته این طرف میام استکه نگاه میکنیم سالیوان اسکامونو گرفته فریم چهار رو میگیره آیا 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 این بازی جذاب یه دیسایدر داره یا نه بعد منتظر باشیم اوه اوه اوه. یه مقدار اوزا داره بیریخت میشه اوزا بد داره بیریخت میشه لعنتی موتورش روشن بشه اصلا مهم نیست شما کی هستی چی هستی چند فریم جلویی روشن بشه باید اشهد تو بخونی آهنگ حمید صفت بود خودکارا زیر گرلو اسنوکرا الله اکبر بریم 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 که این شاهکار اینجا رو اینجا رو بریم این شاهکار کامل میشه یا نه 36 تا تا اینجا زده yeah. اون میز به اون وحشتناکی رو زده دیگه این میز رو چیکار کنه کن؟ البته نیاراتون باشه یه قصه ای هست توی بیلیارد و استونکر که, که باعث باخت خیلی هامون میشه وقتی میز رو آنالیز میکنیم به یک جمله میرسیم که میز آسونه همونجا باید بدونی که یه آفت اومده توی ذهنت و داره به تو میگه دقت نکن آسونه دیگه بزن بلش کن هر کاری کنی میافته این آفت ذهنه هر موقع دیدی توپ میز آسونه بیشتر از اون میز سخته کالری بذار وقت بذار بسوزون کالری منظورمه و این کار انجام بده بله بله اون اتفاق خوشگله که دوست داشتیم افتاد کار به دیسایدر فریم میرسه یه چیز نشد و کرد شد مگه میشه سه فریم از هیگینز عقب باشه شما ب... ای خدا ای خدا به ما صبر بده ای خدا از دست این عجوبه ما باید چی کار بکنیم خسیم خسته <applause> اینجا حالا دیگه شانسی وایساد کیو والش دیگه بعد بر... اوکی 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 هیچ کس فکر نمی فکرشون رو میکرد که این بازی به دیسایدر کشیده بشه جلل خالق اوه نه هیگینز داره میزنه تو در و دیوار داره میزنه تو در و دیوار دیدی که خدایا خدایا یعنی همینجا کار رو تموم میکنه وای وای بچه یه درصد فکر کنید کار رو اینجا تموم بکنه واقعا دیگه دیوونه کننده است حتما یا نباشه فریم سوم بود داره فریم سوم حتما ویدیو شورتشو رو براتون بسازم که خیلی دیوونه کننده بود واقعا بزن عقب اون یه بخش ویدیو رو ببین چی کار کرد سی و یکی تا اینجا زده قزل قزل خدافسیه برای هیگینز خودش هم میدونه داره با چه جونوری بازی میکنه فقط به جرعت به شما میتونم بگم این کار کار سالیوان بوده اگر که الان بازی رو ببره هیچ بنی بشری هم نمیتونست هیگینز رو اینطوری ببره هیچ از در اصلا در رزومش نیست که بخواد همچین کاری انجام بده یه لحظه خودتون بزن جای بازی حریف هیگینز ازتون سه فریم جلو یه فریم ببره تمومه پنجا هشت کامان رونی کامان شست و چهار ابسلو من حرفی ندارم دیگه بازی قشنگتر از این براتون پیدا بکنم بازی خفنتر از این براتون بذارم دیگه چی بذارم دیگه دیگه چیکار باید بکنیم ما داریم زحمت میکشیم واقعا اونه که دارن تمرین میکنن تمرین رو که وایسا ما داریم زحمت میکشیم چی میزنی آبی بریم ببینیم که قرمزا چه تکلیفش میشه یه سنتری میبینیم وای فکر داره به داره به هیگین سنتری میزنه توی دیسایدر من دردمو به کی بگم حرف من به کی بزنم با کی باید بشینیم صحبت کنیم توپ زرد رو اینکه از قهوه ای بریم زرد رو میزنه یا نه بله بریک سنتری هم دیدیم 105 108 وای وای 112 عجب بازی بود عجب بازی بود چقدر عشق کردیم 117 صورتی و میزنه یه بان دو سه چهار و این از توپه مشکی صد تا خوشگل حاجی هیگینز من فکر کنم اینجا یه چند سالی به عمرش اضافه شد میشه همچین چیزی باور کردنی هست انصافا خودمون پشماتون نریخته که چهار فریم قطاری بزنه هیگینز و اینطوری ببره هیگینز الان دست چپ و راستش هم الان نمیدونه کدومه داستانی داریم داستانی داریم بعد شما میگین چرا عاشق این بشری خیلی هاتون من اینطوری هستیم حرفی ندارم امیدوارم که از این ویدیو سوپر خفن واقعا اگر از این ویدیو لذت نبردی برو میشه دکتر بگو آقا من یه صحنه دیدم میزه رو با دست نمیشه جمع کرد بازیکن جوانی کار برام انجام داده من دیگه حرفی ندارم شب روز خوبی داشته باشین تا دکور نتر شبتون بخیر خدا عکس هایی که در مشاهده می کنید خدماتی هستش که می توانید از بیلیارد چو دریافت کنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش